سلام می کنم به شما بینندگان عزیز. من ماهرخ فیروزه به همراه همکارم پوریا اتحاد پسند با یکی دیگر از برنامه های مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی در خدمت شما عزیزان هستیم. در ابتدا ابراز همدردی می کنم از طرف خودم و همه همکارانم با خانواده هایی که عزیزان و فرزندانشون رو در اعتراضات آبان ماه در ایران از دست دادند. امروز از سراسر ایران فریاد زجه گریه پدران و مادرانی رو میشنویم که فرزندانشون رو از دست دادن و بعد از شنیدن این خبر میان و شجاعانه صحبت میکنن و میگن که باید جمهوری اسلامی بره. در برنامه امروز میپردازیم به ادامه اعتراضات و اعتصابات و روند سراشیبی و سقوط جمهوری اسلامی و همینطور گزارش رو داریم از آمار کشته شدگان و اطلاعیه‌ای از طرف کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی به مناسبت 16 آذر. اما قبل از شروع برنامه راه‌های ارتباطی کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی رو با هم مرور می‌کنیم. از همه شما عزیزان میخواییم که ویدیوها، عکسها و یا هر گونه اطلاعاتی رو از بازداشت شده ها و کشته شدگان اعتراضات اخیر دارین حتما برای ما بفرستین. خیلی مهمه که این تصاویر پخش بشه و علنی بشه و در اختیار همگان قرار بگیره، چرا که سکوت خانواده ها مجوزی هست برای حکومت گروگانگیر که دیگران رو مورد شکنجه و آزار و اذیت قرار بده، چرا که الان هم داره پیشنهاد میده به خانواده ها که ما فرزندان شما رو شهید اعلام میکنیم و شما میتونید دیه اونا رو بگیرید و با این کارش داره در واقع خانواده ها رو دچار عذاب روحی میکنه و اونها رو مورد شکنجه های روحی و روانی قرار میده و اونها دچار عذاب وجدان میشن. الان بهترین موقعیت هست که خانواده ها با هم متحد بشن و همبستگی پیدا بکنن. به هر طریق ممکن میتونن همدیگر رو پیدا بکنن، از خاوران تا کشته شدگان 88 تا کشته شدگان آبان 90 هشت میتونن همدیگر رو پیدا بکنن و با همدیگه این جانیان رو رسوا بکنن. ما هم با در دست داشتن اطلاعات میتونیم اونها رو به سازمان ها و نهادهای مختلف بفرستیم و از اونها بخوایم که با تحت فشار قرار دادن جمهوری اسلامی باعث بشن که بازداشت شده ها آزاد بشن و جنایتکاران محاکمه بشن. به هر طریق ممکنی الان باید رژیم رو در تنگنا قرار داد. الان علاوه بر ببخشید اعتراضات، اعتصابات هم شروع شده، سراسری شده و داره گسترده تر میشه. مغازه‌دارها و بازاریان سیستان و بلوچستان در اعتراض به زندانی کردن فعالین و کشتار بیگناهان سوختبر روز یکشنبه 10 آذر ماه مغازه‌هاشون رو باز نکردن. همینطور کارگران واگن پارس، هپکو و آذراب در عراق هم به خاطر وضعیت موجودشون در کارخونه که وضعیت نابسامانی بود توی خیابون دست به تجمع زدن که این تجمعات همچنان ادامه داره. همچنین در خوزستان کشاورزان خسارت دیده از سیل 98 در 12 آذر ماه مقابل جهاد کشاورزی
دست به تجمع اعتراضی زدند و کارمندان اخراج شده در مؤسسه وحدت در مشهد هم در مقابل سرپرستی برای اعتراض به اخراج خودشون و همینطور ضایع شدن حق و حقوقشون تجمع کردند. در تبریز تعداد زیادی از بازاریان و مغازه‌داران تجمع کردند و همینطور دانشجوهای تبریز هم در مقابل دفتر معاونت دانشجویی و فرهنگی برای عملی شدن خواسته هاشون تحسن کردن. اینها اعتراضات گسترده ای هست که در هر گوشه و کنار به یه شکلی داره شکل میگیره، چرا که این اعتصابات گسترده و عمومی میتونه ضربه نهایی رو به جمهوری اسلامی بزنه. حکومتی که نزدیک به 400 نفر رو کشته و هزاران نفر رو دستگیر کرده. متاسفانه ابعاد جنایت بسیار گسترده و زیاد هستش. حکومت از بیشتر خانواده هایی که عزیزانشون رو از دست دادن میخواد که یک پولی رو از اونها دریافت بکنه و جنازه ها رو تحویل بده و از اونها تعهد میگیره که برای به خاک سپردن اونها هیچ گونه صدایی نداشته باشن، هیچ مراسمی نداشته باشن و در سکوت این عزیزانشون رو به خاک بسپارن. تا الان خبر رسیده که ده ها کودک و نوجوان زیر 18 سال کشته شدن، صدها جوانی که به فقر و نداری، به بیکاری، نداشتن شغل، به آزادی، به خاطر دخالت مذهب در زندگیشون به خیابون ها اومدن و اعتراض کردن رو کشتن و دستگیر کردن. آمار کشته شدگان بسیار بالا هست، ولی گزارشات بیشتر رو از زبان همکارم زهرا لطفی میشنویم. در اولین گزارش سازمان عفو ملل در رابطه با آمار کشته شدگان رو 115 الی 116 نفر اعلام کرد، اما این سازمان در این گزارش عنوان کرد که آمار کشته شدگان از این تعداد بیشتر هستش و گفت شهرستان‌های خوزستان و کرمانشاه بیشترین آمار کشته شدگان رو دارن، اما در آخرین گزارش این سازمان که آمار کشته شدگان رو بالای 600 نفر اعلام کردش. اما بر طبق گزارش رسانی از داخل کشور که به دستمون رسیده، آمار کشته شدگان رو بالای 1000 نفر اعلام کردن و تعداد بازداشتی ها رو 8000 نفر، اما گفتن این تعداد فقط در 21 از استانهای کشور بودن، در 10 استان کشور هیچ آماری موجود نیستش. و جالب هستش در این گزارش اومده که تعداد افرادی که بازداشت شدن، 90% این افراد در تظاهرات حضور داشتند و 80% بازداشتی ها متولدین دهه 70 و 80 میلادی بودند و 20% از متولدین دهه 60 شمسی بودند. و جالب استش که معاون وزارت سیاست در پی یک حاشیه نشست خبری که در روز شنبه 9 آذر ماه داشتن در رابطه با سوالی که از ایشون پرسیدن که آمار کشته شدگان، ایشون در پاسخ گفتن که ما بر طبق دستور محمد جعفر منتظری که دادستان کل کشور هستن، ایشون گفتن ما هیچ آمار دقیق نمیتونیم ارائه بدیم، باید منتظر اعلام پزشک قانونی باشیم. حتی ایشون اومدن در این نشست خبری انتقاد کردن از آماری که سازمان عفو بین الملل در رابطه با از کشته شدگان منتشر کردن، گفتن که اینا آمار رو بیشتر از اون حد که هستش اعلام کردن. و علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت هم اومدن درست در 30 آبان، 4 روز بعد از 6 روز بعد از اعتراضات، گفتن که ما افرادی رو که در اعتراضات شرکت میکنن رو در هر نقطه از ایران شناسایی میکنیم و به اشد مجازات اونها رو محکوم میکنیم. یکی از مهمترین مسئله‌ای که الان بازداشت شدگان رو تهدید میکنه، اتهامات سنگینی هستش که مقامات حکومتی و رسانه‌های حکومتی دارن تکرار میکنن، اتهامات واهی که میگن که این افرادی که اومدن در اعتراضات شرکت کردن، اینها افرادی بودن که با
اپوزیسیونای خارج از کشور با حزبایی که در خارج از کشور هستن همکاری داشتن و اگر چنین اتهاماتی به این افراد انتساب بخوره احتمال اعدام برای این افراد بازداشتی وجود داره. بر اساس اخبارهایی که اطلاعاتی که برای کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی رسیده که گفتن که در 30 نوامبر تقریبا 421 نفر از افراد بازداشتی اومدن به زندان رجایی شهر به قسمت سپا انتقال دادن که این افراد رو میان به هوای تایم هواخوری اینها رو لخ میکنن، میبرن با باتون و شلاق به اینا میزنن و اینکه در این روزها در به زندان رجایی شهر بازجویان سپاه پاسداران رفت آمد میکنه و بیم این میره که این افراد رو هم اعدام بکنن، چون به خاطر اینکه جمهوری اسلامی همچنان که در اعتراضات سال دیمای 96 بسیاری از افرادی که بازداشت شدن رو اونها رو زیر شکنجه کشتن و بعد بهشون اتهامات مثل که گفتن که اینها مواد مخدر مصرف میکردن و اینکه حتی اطلاعات دقیقی برای کمیته رسیده از شهرستان کرمانشاه و جوانرود که از خانواده هایی که عزیزانشون رو از دست دادن ازشون تعهد کتبی میگیرن یا ضمانت مالی و ازشون میخوان که اجساد فرزندانشون و عزیزانشون رو شبانه مراسم تدوین رو برگزار بکنن در حضور ماموران امنیتی و هیچ گونه مصاحبه‌ای یا اطلاعاتی در رابطه با عزیزانشون نداشته باشن. و جالب این استش که حتی در اعضای تحویل جنازه ها میگن از خانواده به مبلغ 40 تا 60 میلیون پول تقاضا میکنن و در این مدتی که بعد از اعتراضات ما شاهد بودیم که بسیاری از فعالین سیاسی و دانشجوان رو هم دستگیر کردن، افرادی که حتی شاید در این اعتراضات نقش نداشتن و یا حتی شرکتی در اعتراضات نداشتن. تا به امروز ما آمار دقیقی از کشته شدگان و بازداشت شدگان نداریم. اما دستگیری ها همچنان ادامه داره در نقاط مختلف شهر و مقامات مختلف از جمله رئیس قوه قضاییه که مسئول اصلی این جنایت ها در ایران هست گفته که بازداشت شده ها باید به اشد مجازات یعنی اعدام محکوم بشن و رسانه های حکومتی هم زمینه سازی میکنن برای این اعدام ها. یکی دیگر از این جنایتکارها لیلا واثقی فرماندار شهر قدس هست که دادگاه بین المللی لاهه کیفرخواستی رو برای این فرماندار جنایتکار صادر کرده، چرا که دستور تیراندازی در جریانات اخیر رو به معترضین داده و این قاتل به جرم جنایت علیه بشریت تحت تعقیب مراجع قضایی بین المللی هست. با هم صحبت‌های کوتاه از لیلا واثقی رو میشنوید. من اومدم و اونها در رو شکوندن داخل شدن، لباسش همونی که میبینی لباسش باز که اگه میتونی بزن، چون میدونستن نیروی انتظامی دستور شلیک رو از بالا بشن، ولی ما داده بودیم، من گفته بودم بهشون که هر که از در فرمانداری وارد شد داخل بزنیم. و جالبتر این که من از صبح اون روز اما سپاه هم نقش زیادی رو در این جنایت‌های اخیر داشته در اعتراضات آبان ماه. به عنوان نمونه در ماه شهر اقدام به نسل کشی کردن و دریایی از خون رو در ماه شهر به راه انداختن و به طرز فجیعی مردم رو در اونجا قتل عام کردن. در جریان این کشتار عمومی نیروهای امنیتی و سپاه مردم رو که جاده ورودی شهر رو بسته بودن محاصره میکنن و معترضین بعد از اینکه نیروهای امنیتی به اونها حمله میکنن به نیزار پناه میبرن و متاسفانه اونجا همگی اونها به رگبار بسته میشن. پس از گذشت چند روز به دلیل اینکه اینترنت قطع بوده و هیچ تماسی امکان پذیر نبوده، خانواده ها از روی بوی مردگان به اونجا میرن و جنازه های فرزندان و عزیزانشون رو پیدا میکنن.
اخبار ماه شهر اگر مثل تهران، شیراز و یا سایر شهرها به بیرون درز نکرد به دلیل سانسور وحشتناک و قطعی اینترنت به صورت بسیار گسترده بود. اما خون جوانان ماه شهری نیزارهای این شهر رو رنگین کرده، خونی که قطعا دوباره جان میگیره و بر سر همین ستمگران آوار خواهد شد. ستمگرانی که با نام مستضعفان انقلاب کردند، اما همین مستضعفان رو در نیزارها به رگبار بستند با دوشگا و تیربار. یک بار دیگه راه‌های ارتباطی کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی رو برای عزیزانی که تازه به جمع ما پیوستن میگم. شماره تلفن 2031-682-19-8347، فیسبوک ایران زندانی سیاسی، تلگرام @cfppi2018، اینستاگرام cfppi، توییتر @ایران cfppi. اما کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی در اعتراضات اخیر هم اقدامات بسیار زیاد و مفیدی را انجام داد. اطلاعیه‌های زیادی رو در رابطه با این اعتراضات منتشر و صادر و منتشر کرد و برای شناسایی جنایتکاران تاکید بسیار زیادی رو داشت و همینطور از مردم می‌خواد که اسامی جانباختگان و بازداشت شدگان رو در این اطلاعیه‌ها گفته که حتما برای ما بفرستیم. نامه هایی رو به سازمان ها و نهادهای مختلف فرستادن از اعتراض مردم و خواستار آزادی بازداشت شده ها شدن و همینطور در برخی از کشورها اکسیون هایی رو برگزار کردن، از جمله اتاوا اکسیون خیلی گسترده ای رو داشتیم، همینطور در هلند این اکسیون برگزار شد که در این تجمع هلند سادات کارابولوت وزیر امور خارجه اسپی در پارلمان هلند به دعوت کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی اونجا حضور داشت و سخنرانی بسیار قوی رو در حمایت از مردم ایران انجام داد و همینطور بیانیه مشترک این کمیته و جمعی از فعالان سیاسی در هلند به زبان هلندی قرائت شد. اما پریسا پوینده مسئول کمیته مبارزه برای آزادی زندانی سیاسی هم در این تجمع سخنرانی بسیار تاثیرگذاری رو داشتند که با هم میشنویم. با درود و خوش آمد به همگی شماها، دلم میخواد اینجا با مرگ بر جمهوری اسلامی آغاز کنم. جمهوری اسلامی ما اینجا هستیم تا بگیم همه دستگیر شدگان اعتراض اخیر باید فوراً و بدون قید و شرط آزاد بشن. ما امروز اینجا هستیم تا بگیم فقط و فقط ایجاد شوراهای هماهنگی و کمیته‌های اعتصاب ضربه نهایی رو به رژیم جمهوری اسلامی میزنه. یک هفته است مردم مبارز در ایران علیه فقر، تبعیض، نابرابری، توحش و سرکوب افسار گسیخته حکومت اسلامی در راه به دست آوردن عدالت اجتماعی و آزادی می‌رزمند. مردم در نبردی نابرابر در مقابل یورش وحشیانه حکومت با روحیه‌ای ستودنی و همبستگی بی‌نظیر مقاومت می‌کنند. وحشت سرنگونی سراپای رژیم را فرا گرفته است. چندین هزار نفر از عزیزان مردم در بیش از 100 شهر دستگیر شدند و به مکانهای نامعلومی منتقل شدند. تلاش میشه تعداد کشته شدگان و جانباختگان این اعتراضات رو مخفی کنند، اما تو همین حالا آمارهای تاکنونی از نزدیک به 200 کشته در 35 شهر گزارش میده. خوزستان امروز یکی از کانونهای داغ و رزمنده ماست. مردم اهواز هوشیارانه مقابل بیمارستانها
تجمع کردند و مانع انتقال زخمی ها و کشته شدگان به جای دیگه شدند. اما همزمان و پا به پای سرکوب رژیم جنایتکار اسلامی، کارگران هفت‌تپه 28 آبان ماه برابر با 19 نوامبر دوباره اعتصابشون رو شروع کردن، به خیابون‌ها اومدن، راه پیمایی کردن و گزارش اومد که حضور زنان در این راه پیمایی چشمگیر بود. همینطور کارگران پتروشیمی پای ازلین در اعتصابند و همچنین دانشجویان دانشگاه‌های تهران، تبریز، اصفهان، ارومیه و سنندج به این اعتراضات پیوستند. در ماهشهر، اهواز، کرج، شیراز و خرم‌آباد حکومت نظامی اعلام نشده برقرار شده. اما تجمع خانواده‌های دستگیر شدگان و مردم مقابل زندان‌های اهواز، شوش، بهبهان، خرمشهر و امیدیه ادامه داره. در اهواز مردم 29 آبان ماه تا ساعت 5 صبح جلوی زندان‌ها بودند. امروز تهدید به اعدام دستگیر شدگان، خانواده‌ها و تمام جامعه بین‌المللی رو نگران کرده. همینطور احضار فعالین ندای زنان ایران از جمله اکرم نصیریان، ناهید شقاقی، مریم محمدی و اسرین درپاله که 13 آذر باید دوباره خودشون رو معرفی کنن نگران کننده است. این اعتراضات ادامه 40 سال اعتراض مردم علیه فقر، نابرابری و جمهوری اسلامی، ادامه 40 سال مبارزه زنان علیه حجاب اجباری و تبعیض جنسیتی، ادامه 40 سال مبارزه فعالین حقوق کودک و فعالین علیه اعدام و علیه سنگسار، ادامه اعتصابات معلمان، رانندگان کامیون، اعتصابات عمومی در کردستان و اعتصابات کارگران نیشکر هفت‌تپه، فولاد اهواز، استویه، هبکو و آذرآب عراق. اما امروز برای به زانو در آوردن جمهوری جنایتکار اسلامی باید شوراهای سازماندهی اعتراضاتمون رو در شهرها و محله‌ها سازمان بدیم. باید کمیته‌ها و شوراهای اعتصاب رو در کارخانه‌ها، مدارس، دانشگاه و اداره‌ها سازمان داد. معلمان باید اعتصابات با شکوه خودشون رو مانند سال گذشته سازمان بدن. همچنین رانندگان، دانشجویان و کارگران که در چند سال گذشته با اعتصاباتشون ضربه های کاری به جمهوری اسلامی زدن، در شرایط این چنینی باید خودشون رو سازمان بدن و از مبارزات مردم به این نحو پشتیبانی کنن و به این شکل میتونن کمر جمهوری اسلامی رو بشکنن. اما امروز یک بچه مهم دیگه مبارزات ما و مردم در ایران، آزادی دستگیر شدگان اخیر و نجات جان مجروحانه. باید به هر شکل و طریق ممکن تجمعات و اعتراضات مقابل زندان‌ها رو به خواست آزادی دستگیر شدگان این اعتراضات اخیر و زندانیان سیاسی تقویت کرد. همچنین با تجمعاتمون مقابل بیمارستان‌ها از مجروحانمون حفاظت کنیم. ما از همه جهانیان، اتحادیه‌های کارگری، سازمان‌های انقلابی می‌خوایم در پشتیبانی از مبارزات به حق مردم در ایران، دولت‌های اروپایی
و مراجع بین المللی رو تحت فشار قرار بدن تا دستگیر شدگان اخیر رو جمهوری اسلامی آزاد بکنه. همینطور این وظیفه امروز ماست. همینطور باید فشار آورد به دولت‌های اروپایی و مراجع بین المللی که روابط سیاسی خودشون رو با جمهوری اسلامی قطع کنن تا به این نحو کمر جمهوری اسلامی رو بشکنن. امروز وظیفه ما نجات دستگیر شدگان از زیر دست‌های به خون آلوده جمهوری اسلامی. این امر فقط از این راه میسر میشه و باید تمام تلاش و قدرتی رو که داریم برای آزادی این عزیزان به کار ببریم. کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی در ایران و جمعی از فعالین سیاسی در هلند. در آستانه 16 آذر طبق معمول هر سال دانشجویان زیادی از طرف حکومت دستگیر میشن چون اعتراض‌های زیادی رو در این روز دارن. کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی به مناسبت 16 آذر اطلاعیه‌ای رو صادر کرده که با هم میشنویم. 16 آذر روز دانشجو بر فراز خیزش آبان از راه می رسد. دانشگاه و مبارزات دانشجویی مانند بارومتری که نبض اعتراض جامعه را نمایان می کند با تلاطم عظیم و سراسری اعتراضی مردم چفت شده است. فریاد اتحاد با اعتراضات کارگری، زنان، معلمان، بازنشستگان بر سر نان و کرامت انسانی و آزادی برای یک زندگی شاد و انسانی بر سردر مبارزات دانشجویی حک شده است. اعتراض وسیع جامعه علیه تبعیض و نابرابری، تحمیل فقر و فلاکت، جدایی جنسیتی و حجاب، علیه آموزش و پرورش کالایی و خصوصی سازی تحصیل خود را در هر اعتراض دانشجویی به روشنی نشان می‌دهد. از دانشگاه تا اوین هزینه راهی است که جنبش اعتراضی دانشجویی در جدال با هیولای جمهوری اسلامی با دستگیری و بازجویی و شکنجه و حبس‌های سنگین، محرومیت از تحصیل و اخراج و ستاره‌دار شدن پرداخته است تا به فریاد اعتراضات کارگری، اعتراضات زنان و همه محرومان جامعه بدل شود. دستگیری و سرکوب وحشیانه مبارزات دانشجویی هرگز اما نتوانسته دانشگاه را از اعتراض باز دارد. حکومت اسلامی از وحشت گسترش مبارزات دانشجویی بر متن خیزش آبان از سر استیصال به روال معمول با پرونده سازی و پاپوش‌دوزی نخنمای همیشگی از دستگیری فعالین دانشجویی خبر داد که می‌خواستند اعتراضات را به صحنه دانشگاه بکشانند. این اعتراضات سال هاست که به همت دانشجویان آزادی خواه در سنگر دانشگاه فریاد هر دانشجو شده است. جایگاه اجتماعی جنبش اعتراضی دانشجویی از همه خط قرمزهای ممنوعه حکومتی عبور کرده است. تحمیل فضای پادگانی و بگیر و ببند و تهدید و زندان نتوانسته مبارزات دانشجویی را متوقف کند. همه دانشگاه‌های کشور با مبارزات عدالت‌خواهانه و برابری طلبانه خواست‌های اساسی جامعه را فریاد می‌زنند. کارگر و دانشجوی آزادی‌خواه و برابری طلب دست در دست هم به نمایندگان محبوب جامعه بدل شدند. ده‌ها دانشجوی مبارز در زندان با خشن‌ترین توطئه‌های پلیسی و امنیتی در جدالی نابرابر درگیرند و جسورانه ایستادگی کردند. شجاعانه از خواستهای به حق خود و مردم و مبارزات مردم دفاع کردند. شورای صنفی دانشجویان کشور اعلام کرده است حداقل 48 نفر در جریان خیزش آبان دستگیر شدند. در حالی که سخنگوی قوه قضاییه برای پنهان کردن اعمال جنایتکارانه دستگاه امنیتی مذبوحانه اعلام کرده است که دانشجویان دستگیر شده از تعداد انگشتان یک دست هم کمترند. 16 آذر امسال بر متن اعتراضی خیزش آبان از هم اکنون تریبون‌های دانشگاه را به سنگر مبارزه‌ای پرشور بدل کرده است. پیام دانشجویان همان پیام جوانان جسوری است که در آبان امسال خونشان بر سنگ فرش خیابان‌ها نقش بسته است. پیام روشن و واضح است. جمهوری اسلامی باید به
برود. این خواست جامعه در جدالی 40 سال است که دارد جمهوری اسلامی را به نقطه پایانش میرساند و دانشجویان مبارز آزادی خواه یکی از ستونهای همیشگی این نبرد سرنوشت ساز بوده و هستند. کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی از همه مردم می‌خواهد که همراه و همگام با مبارزات دانشجویی خواهان آزادی فوری همه دستگیر شدگان و بازداشتی‌ها شوند. برای رهایی از شر حکومت اسلامی ما همه یک فریادیم. کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی 13 آذر 1398 برابر با 4 نوامبر 2019. همه مردم ایران نیاز به آرامش، آسایش، رفاه، امنیت، شغل و کار دارند و دیگه توان تحریم، جنگ و داغ از دست دادن فرزندان و عزیزانشون رو ندارند و میخوان که در صلح و آرامش با دنیا تعامل داشته باشن و برای همه ملت‌ها میخوان که شادی و زندگی رو فریاد بزنن، نه مرگ بر اونها رو. به امید آزادی همه مردم ایران امیدوارم که برنامه این هفته مورد توجهتون قرار گرفته باشه. تا برنامه بعدی هفته خوبی رو براتون آرزو میکنم.